به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر. بر رویدادهای خبری افغانستان و جهان از تلویزیون آریانا خوش آمدید. امروز جمعه دوم جدیه سال 1390 خورشیدی برابر است با 23 دسامبر سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر مهم. اگر روند صلح در افغانستان از سوی کشورهای بیرونی تحمیل شود، کامیاب نمی شود. پس از سال 2014 میلادی پلیس محلی در افغانستان وجود نخواهد داشت. و دولت ترکیه سفیرش را از پاریس فراخواند. رئوف اجمل هستم با مشروع خبرهای این ساعت. روند صلح افغانستان زمانی به نتیجه خوب میرسد که توسط افغانها پیش برود، نه این که از جانب کشورهای دیگر تحمیل گردد. معاون دوم رئیس جمهور کرزی خطاب به مخالفان مسئله دولت میگوید که به عنوان یک افغان به روند صلح بپیوندند و عمال کشور دیگری نباشند. در همین حال وی میگوید برای حکومت افتخار است تا فیصله های مردم افغانستان را عملی کند، نه این که از آن چشم پوشی نماید. مسافر خوخندی گزارش میدهد. محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور میگوید مردم افغانستان تشنه صلح بوده و از روند صلح با مخالفین مسلح دولت حمایت میکنند. با باور آقای خلیلی این روند زمان امکان پذیر است که دستاوردهای 10 ساله حکومت افغانستان مورد احترام قرار گرفته و از قانون اساسی پیروی شود. خلیلی میگوید جامعه جهانی و کشورهای دوست بگذارند تا مردم افغانستان خود در مورد صلح تصمیم گیرنده باشند. صلح ما باید صلح افغانی باشه. پروسه صلح زمانه و نتیجه خوب میرسه که با صورت افغانیزه شدن پیش بره. پروسه صلح اگر توسط کشورهای بیرونی تعقیب شود و به مردم افغانستان تحمیل شود، به هیچ وجه کارایی نخواهد داشت. و از اینجاست که از مخالفین مسلح بار دیگر میخواهیم که به عنوان یک افغان بیایند در پروسه صلح شرکت کنند، نه عامل این کشور و آن کشور. ماندوم رئیس جمهور به کشورهایی که نامی از او نبرد هشدار داد کاری نکنند که سرانجام صبر و شکیبایی افغانها به سر آمده و خود تصمیم گیرند. او گفت مردم افغانستان اکنون می دانند که گروه های مخرب از کجا تمیل و تجهیز شده و در افغانستان حملات انتحاری را انجام می دهند. نکنند کاری که سرانجام حوصله ملت افغانستان لبریز شود، صبرش به سر آید، اون روز تصمیم خود خواهند گرفت. و این به خیر هیچ یک از کشورهایی که از تروریسم و دهشت افغانی حمایت میکنند نیست. ما نباید قربانی اهداف هیچ کشور بیرونی شویم. ما باید خود منافع ملی خود را تعقیب کنیم و از تمامی حلقات بیرونی که میخواهند تفرقه ایجاد کنند، ما با اونا مشتار میدم. حلقات بیرونی نباید وحدت همدلی ملت افغانستان را به خاطر یک سری اهدافهای خاص خودشان تخریب کنند و ملت افغانستان هم هوشیار است. در این حال خلیلی بر عملی شدن مشورهای لوی جرگه انانوی در مورد پیمان استراتژیک دراز مدت با امریکا و روند سال از سوی دولت تاکید کرد. هر آنچه که مردم جمع شود در این مشوره و در این جرگه و فیصله برسه، حکومت باید عمل کنه و افتخارم بکنه که ما فیصله مردم افغانستان عمل میکنیم. این برای حکومت یک کار خلاف قانون و غیر قانون نیست، بلکه یک مایه افتخار است که حکومت به مشوره مردم عمل کند. عروض برای حکومت مایه ملامتی است که بر خلاف خواست مردم عمل کند. این اولین سخنرانی کریم خلیلی معاون رئیس جمهور بعد از بازگشتش از لندن است. چند پیش آقای خلیلی بنابر بیماری که داشت به یک مدت زیادی در یک از شفاخانه های شهر لندن بستری بود. پس از سال 2014 میلادی نیروی به نام پلیس محلی در افغانستان وجود نخواهد داشت. وزیر امور داخلی کشور با بیان این مطلب میگوید که در ابتدا دولت افغانستان به ایجاد پلیس محلی تمایل نداشت. وزیر امور داخلی همچنین میگوید روند خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول نیز آغاز شده است. نصرت پارسا با شرح بیشتر این خبر از ولایت بغلان.
بسم الله محمدی وزیر داخلی کشور در سفر به ولایت بغلان اوضاع امنیتی را در شمال کشور خوب توصیف کرده، همچنین گفته است برای گرفتن مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی پلیس در خط نخست قبولی این مسئولیت ها قرار دارد. وزیر داخلی همچنان بیان داشت در آغاز دولت افغانستان طرفدار ایجاد پلیس محلی نبود و تمرکز بیشتر دولت برای تجهیز و آموزش پلیس ملی می باشد. با گفته وی برای رفع تهدیدها و پر کردن خلاهای امنیتی نیروهای آمریکایی آماده شدند تا 20,000 پلیس محلی را ایجاد کنند. وزیر داخلی اضافه کرد اگر تا سال 2014 کارکردهای پلیس محلی مثبت ارزیابی شود، این نیروها در چوکات پلیس ملی جابجا می‌گردند. اما او تاکید کرد که پس از سال 2014 زمانی که نیروهای افغان تمام مسئولیت‌های امنیتی کشور را بر عهده می‌گیرند، در آن وقت پلیس محلی وجود ندارد. حالا نتیجهش خوب بوده و این موقت است، هرگاه نتیجهش مثبت باشه ما آرام آرام این در چوکات پلیس اصلی ما جابجا میکنیم. بازم میگم این موقتی است تا 2014 است، تا آخرین مرحله که مرحله ترانزیشن یا انتقال مسئولیت صورت میگیره و تکمیل میشه، در وقت چیزی به نام پلیس محلی وجود نخواهد، پلیس محلی وجود نخواهد داشت. بر بنیاد گفته های وزیر داخله، افراد مسلح غیر مسئول نیز در ناامنی های اخیر سهم داشته و برنامه خلع سلاح آنان آغاز شده است. این در حال است که پیش از این مسئولان وزارت امور داخله خشونت با مردم را سوی پلیس محلی تایید کرده بودند. 500 سرباز پلیس به شمول 30 خانم پس از فراگیری فنون نظامی و مسلکی از سوی آموزگاران داخلی و خارجی برای تأمین امنیت به ولایت‌های حوزه غرب کشور اعزام شدند. مسئولان در زون 606 انصار در این حوزه می‌گویند این افراد در موفقیت دور دوم روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی نقش اساسی خواهند داشت. در این حال خانم‌های پلیس از دیگر زنان خواستند تا برای اعاده حقوق زنان به پلیس بپیوندند. فواد احمدی گزارش می‌دهد. مسئولان در فرماندهی زون 606 انصار در غرب کشور میگویند در حال حاضر حدود 90% از سربازان پلیس در ولایات فرا، بادغیس، غور و هرات آموزش های مسلکی را از سوی استادان خارجی فرا گرفتند و این باعث جلوگیری از تلفات و بهبود اوضاع امنیتی شده است. در گذشته با آنچه غیر مسلکی بودن پلیس در کشور خوانده میشد، انتقادهای زیادی علیه وزارت داخله کشور وجود داشت. توریال عبیدیانی معاون امور امنیتی زون ساوی پلیس میگوید سربازان فارغ شده نقش اساسی در تامین امنیت ولایات حوزه غرب به خصوص مناطقی که امنیت آنها در دور دوم انتقال مسئولیت های امنیتی به خود افغان ها قرار میگیرد خواهند داشت. و هدفی که در آینده دارم فعلا خدمت حفظ حراست از تمام تمامیت ارضی افغانستان خواهد بود ان شاء الله رحمان. هدف اینم است که اومدم در ملت خود وطن رنجیده خود خدمت کنم. در این حال 30 خانم نیز پس از آموزش فنون نظامی و مسلکی در تأسیسات زون ساوی پلیس فعالیت خود را برای تأمین امنیت در افغانستان آغاز کردند. این خانم ها برای بازرسی های بدنی زنان و بازرسی منازل و تأمین امنیت فعالیت خواهند کرد. شماره از این خانم های پلیس از دیگر زنان خواستند تا جذب پلیس شوند. این خانم ها همچنان هر نوع برخورد نادرست را با سربازان زن رد کرده و آن را یک شایعه از سوی دشمنان مردم افغانستان عنوان کردند. شوق و علاقه خودم باعث شد که من بیام به مملکت خدمت کنم. برنج ها و دقیقت هایی که مردم رو میدیدن که به چی مشکلات های گرفتارم، ما به همون خاطر مروادار ساخت که به حیث پلیس افغان ما لباس یه نفر به پلیس بپوشیم به این خدمه ایفای وظیفه نماییم. اینا که شایعه است که کلی مردم جور میکنم، من از دیگه خواراق هم تشویق میکنم اونا که به این مسلک بیام و من بسیار از این مسلک راضی هستم. ما باید پایبند به این مسلک باشیم، به گپا و شایعه های مردم پشت سر بگذاریم و هیچ شایعه به دل خود را نده. بهترین جاست، بهترین مسلک است. مسئولان در زون ساوی پلیس در غرب کشور میگویند در حال حاضر 100 خانم پلیس در بخش‌های مختلف ارگان‌های امنیتی فعالیت دارند. پس از آموزش مسلکی سربازان پلیس در کشور، مردم نیز از برخورد سربازان اظهار رضایت می‌کنند. با این حال سربازان پلیس در غرب کشور بی‌توجهی مقام‌های دولتی را پس از آنچه آنها کشته و یا زخمی شدن خود در راه وطن در زمان درگیری عنوان می‌کنند نگران کننده می‌خوانند و از دولت خواستند تا در این زمینه تصمیم جدی اتخاذ کند. زنان زندانی در ولایت تخار وضع معیشتی خوبی ندارند. گزارش در این مورد با چند مطلب خبری دیگر پس از یک وقفه کوتاه. افغان بیسیم با ارائه یک اندیشه تازه توانست
برای برقراری یک ارتباط معقول طرح جدید 2.99 افغانی را پیشکش مشترکینش نماید. شرکت مخابراتی افغان بی سیم نخستین مکالمه تلفنی را به افغانستان آورد و اکنون افغان بی سیم با پیشکش 2.99 بسیار ساده. 2.99 افغانی فی دقیقه هر زمان به هر شبکه در افغانستان. بسیار ساده. ستاره 2.99 علامت نمبر بسیار آسان. با پیشکش 2.99 در هر گوشه افغانستان هر وقت و هر قدر خواسته باشید صحبت نمایید. ساختمان هایی در حال اعمارند که شهر کابل را رنگی دیگر و رونق بیشتر می بخشند. مکان هایی که رویاها را به واقعیت تبدیل می کنند. مکان هایی که زندگی را ترقی می بخشند. با اونکس پیشرفته ترین شرکت ساختمانی در افغانستان خوش آمدید. سازنده آپارتمان ها و دفاتر با استانداردهای جهانی در سطح کابل، جایی که فناوری و آرامش خاطر با هم یک جا گردیده تا مکانی برای زندگی راحت و سرشار از خوشی ها را برای شما به ارمغان بیاورند. در یک کلام ساختمان های اونکس مکانی برای زندگی ایانی سرشار از آسایش و سهولت می باشند که با شما تجربه باور نکردنی را هدیه می دهند. اونکس، ارمغان آورنده فردای بهتر. آرزوها را واقعیت می بخشد. افغانستان کشور است که 80% مردم آن مصروف زراعت و مالداری هستند. اما بدبختانه این شغل پردرآمد از هزاران سال به این سو در این کشور به شکل سنتی آن باقی مانده است. ولی خوشبختانه بعد از روی کار آمدن دولت جدید افغانستان در سال 2001 میلادی با کمک ایالات متحده آمریکا، مؤسسات و پروگرام های مختلف در بخش های زراعتی و مالداری شروع به فعالیت کردند. این مؤسسه که از طرف USAID یا کمک های مردمی ایالات متحده آمریکا ساخته شده است، بالای کشمیری افغانستان توجه جدی کرده و در کمترین زمان این شغل سنتی افغانها را به یک صنعت بزرگ و استاندارد جهانی تبدیل کرد که امروز افغانستان سومین کشور بزرگ تولید کننده کشمیری طبیعی بوزی در جهان می باشد. هتل صافی لندمارک با امکانات کاملا مستری در سطح بین المللی، اتاقهای یک نفره، دو نفره و سی نفره هتل صافی لندمارک با زیبایی و آرامش کامل. حالا یک فرصت استثنایی 35% تخفیف مخصوص اتاقهای یک نفره. رستوران شامیانه با انواع غذاهای داخلی و خارجی با سیستم بوفه. محیط متفاوت کافی‌شاپ شایسته با انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم. رستوران عربی مروکن ویو با انواع غذا و قیلوله عربی در بام صافی لندمارک. چشم برای مقدم گرمتان هستیم. آدرس: کابل چهارای انصاری، هتل صافی لندمارک. ادامه خبرها. شمار زیاد زندانیان در ولایت‌های تخار و بدخشان در فصل سرما در زیر خیمه‌ها به سر می‌برند. رئیس عمومی محابس وزارت امور داخله برای بررسی وضع معیشتی زندانیان به این ولایت‌ها سفر کرده تا وضعیت را از نزدیک بازدید کنند. گزارش‌هایی از داخل محبس تخار وجود دارد که زنان زندانی وضع معیشتی خوبی ندارند، اما رئیس محابس تأکید می‌کند که زنان به محل مناسب منتقل و نگهداری شوند. محمد قاسم نصراللهی گزارش می‌دهد. بر اساس گزارش‌های وضع بد معیشتی زندانیان در تخار و بدخشان به این ولایات سفر کرده است. او میگوید شرایط زندگی در این محابس چندان خوب نبوده و شماری از زندانیان به دلیل نبود جای مناسب در زیر خیمه ها به سر میبرند. با گفته او بررسی لازم صورت گرفته، به زودی این مشکلات برطرف خواهد شد. ولایات مانند بدخشان، تخار، بغلان مثلا، در این ولایات هنوز مشکلات لحاظ ساختمان داریم که بعض زندانی های ما در زیر خیمه زندگی میکنند. دیگه ما به این خاطر آمدیم که راه حل جستجو بکنیم، برشان تدارک ببینیم که چه قسم ماهی از زیر خیمه ها نجات بدیم. با یفزود مشکلات زندان های این ولایات بسیار زیاد بوده، وزارت امور داخله پس از تحویل گرفتن این زندان ها برنامه های تازه ای رو روی دست گرفته است. زنان زندانی در زندان تخار بدخشان در فصل سرما دچار مشکلات بوده، سرمایه شدید جان کودکان آنان را تهدید می کند.
رئیس محابس وزارت امور داخله میگوید زنان زندانی با مکان مناسبتر منتقل شده وضع آنان نیز بهتر میشود. از سوی دیگر وزارت امور داخله تاکید کرده است که بخش های سواد آموزی و احیای بخش آموزش های حرفه‌ای در محابس نیز تقویت میشوند. گفته میشود در روزهای سرد و به دلیل تراکم زندانیان در اتاق های کم وسعت آنان به بیماری های گوناگون مبتلا شدند. اما ریاست محابس تاکید کرده که به موقع مناسب دکتران با وضع مریضان زندانی رسیدگی کرده و ادویه لازم در اختیار آنان قرار داده میشود. میسونه حقوق بشر افغانستان از ادامه برگزاری محافل بچه بازی در کشور ابراز نگرانی کرده است. یک مقام این کمیسیون در شمال شرق کشور همچنین از نیروهای امنیتی میخواهد تا از این عمل جلوگیری گردد. از سوی هم مسئولان امنیتی به افرادی که دست به این عمل میزنند شدیداً هشدار دادند. نصرت پاشا گزارشی را در این مورد از بغلان فرستاده است. شمار از مردم در کشور در مراسم رقص پسرها شرکت می کنند و نیز برخی محافل عروسی هم شاهد چنین عملی است. بچه بازی یکی از اعمال کاملا ناپسند در دین مبین اسلام به شمار می رود. این عمل از سالهای سه دهه جنگ در افغانستان باقی مانده و تا هنوز شمار از افراد زورمند و قدرتمند این عمل را تکرار می کنند. با گفته شمار از باشندگان ولایت بغلان حتی سربازان پلیس در برخی از این محافل شرکت می کنند. بین محفلای عروسی باز هر کس که بچهش خوبش می بود یا خوب رقص یاد می داشت با دموجه نامت می برامد. مدت در قریه موسیقی محلی باز اونجا بچه ها را می رانم و می رقصانم. بچه بازی از سیر هجنگ که ویسو این بچه بازی رواج است و از دوات پاش می کنیم که عمل باید از جلوگیری کنه و گم کنه از کسی که بچه بازی میکنه او بسیار گناه داره، بسیار گناه کلان است، دو دنیا بیخی بخشیدنی نیست. حیات الله امیری رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال شرق نیز از ادامه این عمل ابراز نگرانی کرده و خواهان توقف آن شده است. با گفته ای وی بیشتر عاملین این عمل زشت افراد زورمند و مسلح غیر مسئول می باشند. بچه ها را می رخصانند و ای شاید بعضی از هنرمندای محلی هم استفاده از این بکنم، من گفته نمیدانم، اما بعضی کسایی هستند که از این میخوان یک مقدار ثروت اندوزی بکنن. ما بارها این مسئله را تقویه کردیم و تقاضای ما از نهادهای امنیتی و عدلی همی بوده که در رابطه با سوء استفاده از اطفال و تخطی هایی که در رابطه با اطفال صورت میگیره موارد نقض بشری جدی موارد توجه قرار بدن. با گفته باشندگان ولایت بغلان این عمل اکثرا در ولسوالی ها و روستاها تکرار می گردد، اما فرمانده امنی بغلان به افرادی که دست به این عمل می زنند هشدار داده است تا به زودی از این عمل دست بردارند وگرنه به چنگ پلیس می افتند و وانگاه مجازات خواهند شد. پلیس په دې لټ کې دی، دا یو ناروا عمل زورت وایم چې څنګه یو اله کې انچلوي خلق ورخصیوی پا دا مذهبی طولنه که مطلق دا نروا عمل ده و مجده دیر طلق مخنوی کو ها اونرمندان تا ده چه دوی دی خپل موسیقی وجغه بی ولی ها چه چه زموش پا طولنه که زموش پا مذهب که نروا مناسیوی دی اغا باید ونک. فرمانده پلیس بغلان همچنین میگوید در برخی موارد همچون محافل به صورت پنهانی صورت میگیرد، ولی به گفته وی پلیس در تلاش گرفتاری عاملین این عمل زشت میباشند. بر اساس معلومات پسرهایی را که این افراد میرقصانند حتی مورد ضرب و شتم نیز قرار میدهند تا رقص را بیاموزند. این عمل زشت که از سه دهه جنگ در افغانستان باقی مانده با آن هم انتظار می رود که افرادی که به این عمل زشت دست می زنند از این عمل دست بردارند. نصرت پارسا، تلویزیون آریانا، بغلان. چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. افغان بیسیم با ارائه یک اندیشه تازه توانست برای برقراری یک ارتباط معقول طرح جدید 2.99 افغانی را پیشکش مشترکینش نماید. شرکت مخابراتی افغان بیسیم نخستین مکالمه تلفنی را به افغانستان آورد و اکنون افغان بیسیم با پیشکش 2.99 بسیار ساده 2.99 افغانی فی دقیقه هر زمان به هر شبکه در افغانستان.
بسیار ساده. ستاره 299 علامت نمبر. بسیار آسان. با پیشکش 299 در هر گوشه افغانستان هر وقت و هر قدر خواسته باشید صحبت نمایید. میگم چرا اینا تاوان نرسیدن؟ اگر سکن را سکن هلمند باشه حالا میرسن. موتور سکن هلمند افتاری و هم قشنگ با جمعای عالی سکن هلمند. هلمند هلمند سکن هلمند. هلمند هلمند با ماشین پر قدرت سری و هم پر سرعت چه خوشفتار و زیبا سکن هلمند. هلمند هلمند سکلی هلمان 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 با فریم مستقیم جدید است و هم خوشنگ با کیلومتر قشن سکلی هلمان هلمان سکلی هلمان 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 موتو سکلی هلمان واسو مستقیم. گوارا نوشابه سوپرکولا. شرکت صنعتی تکتا سکلت، ممثل کیفیت و استحکام، موتورسیکلت های 125 سی سی تکتا با طراحی جدید و زیبایی متفاوت، با 25000 کیلومتر گارانتی انجین همراه با خدمات پس از فروش. تکتا سکلت باور ایام در صنعت موتورسیکلت. تفاوت را احساس کنید. اینک تکتا سکلت با طرح جدید آماده است تا رضایت شما مشتریان گرامی را حاصل نماید. تکتا سکلت موتورسیکلت امروزی ها. آدرس هرات در بخش مقابل تانکتل شرکت تکتا سکلت. شماره های تماس 0422982 و 0700-421. این همچنین رویداد خبری از منطقه و جهان. به دنبال تصویب لایحه در مجلس فرانسه در پیوند با نسل کشی ارامنه در دوره امپراتوری عثمانی ترکیه، ترکیه سفیرش را از پاریس فراخوانده است. در این حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که دیدارهای دیپلماتیک با فرانسه و نیز فعالیت‌های نظامی مشترک از جمله مانورهای مشترک دو کشور را متوقف می‌کند. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به منظور دیدار رسمی از کشور ارمنستان و گفتگو با مقام‌های بلندپایه این کشور وارد ایروان شد. احمدی نژاد در صدر هیئت عالی رتبه از وزرا و مسئولان ایران وارد ارمنستان شد و در بدو ورود مورد استقبال ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت. این همچنین مطلب اقتصادی از افغانستان. مسئولان گروه بازسازی ولایتی کشور پولند در غزنی از آغاز پروژه های بازسازی در این ولایت به ارزش 7 میلیون دلار در آینده نزدیک خبر می دهند. آنان هدف از تطبیق این پروژه ها را آماده ساختن این شهر برای سال 2013 میلادی می خوانند، سالی که این ولایت به عنوان مرکز تمدن و فرهنگ کشورهای اسلامی معرفی می شود. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور پولند از کشته شدن این سرباز پولندی در ولایت غزنی ابراز تأثیر کرده و برای مردم پولند تسلیت گفته است. رئیس جمهور کرزی همچنان از کارکردهای تیم بازسازی پولند در غزنی ابراز قدردانی کرده است.
رئیس بانک مرکزی افغانستان میگوید که کار روی اصلاح سیستم بانکی در افغانستان و قوانین و مقررات مالی ادامه دارد. وی که به آمریکا سفر کرده همچنان گفته است این اصلاحات به خاطر صورت میگیرد که تجربه مانند بحران کابل بانک بار دیگر تکرار نشود. نظیر عظیم کریمی با شرح بیشتر این خبر از واشنگتن دی سی. نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان که به آمریکا سفر کرده در گفتگو با تلویزیون آریانا گفته است وی در جریان این سفر با مقامات وزارت خزانه داری آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ملاقات هایی داشته است. به گفته ای آقای دلاوری در این گفتگوها پیرامون موضوعات چون اصلاح سیستم بانکی در افغانستان، تغییر قوانین و مقررات مالی و خصوص در بانک مرکزی به صورت گرفته است. نامبرده میگوید تغییرات به دلیل نیاز است که حادثه‌ای مانند بحران کابل بانک تکرار نشود. آقای دلاوری گفت از 835 میلیون دلار اختلاس در کابل بانک تا کنون 71 میلیون دلار برگردانده شده است و کوشش‌های برای پس گرفتن بقیه آن در جریان است. آقای دلاوری در این دیدار خواهان ادامه همکاری این نهادهای بین المللی با نهادهای مالی افغانستان شده است. رئیس بانک مرکزی افغانستان ابراز امیدواری کرد که با اصلاحات جدید و استفاده از کمک ها و تجارب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نیز وزارت مالیه امریکا و کمک های آنها و همچنان افزایش احساس مسئولیت در نهادهای مالی داخلی وضعیت مالی و بانکی افغانستان بهبود پیدا کند. هدف آمدن من به واشنگتن مذاکرات بوده که همراه بانک جهانی و IMF و همچنان وزارت مالی اینجا داشتیم که ما همکاریایی در گذشته هم داشتیم از نظر کمک های تکنیکیشان، تمرین ترینینگ کارمندای بانک در شعبات مسلکی بانک. ما نتیجه مذاکرات ما مثبت بوده و امیدوار هستیم که ما و ما همکاری هایی که از نظر تکنیکی با اینا داشتیم نتیجه مثبت بوده. یکی از موضوعات دیگر گفتگو میان رئیس بانک مرکزی افغانستان و وزارت خزانه داری امریکا موضوع پولشویی و راه‌های جلوگیری از رسیدن پول به توریست‌ها بوده است. اما کنون در وزارت خزانه داری امریکا اداره‌ای برای انجام چنین کاری وجود دارد و آقای دلاوری از مقامات امریکایی خواست تا به تشکیل چنین واحده در افغانستان کمک کنند. وزیر عظیم کریمی، تلویزیون آریانا، واشنگتن دی سی. مسئولان ریاست مواد نفتی حیرتان در شمال افغانستان گفتند که انتقال ده ها هزار تن مواد نفتی شامل تیل و گاز که با چند کشور آسیای مرکزی قرارداد شده بود به افغانستان آغاز شده و این اقدام سبب خواهد شد تا در نرخ مواد سوخت در بازارهای افغانستان کاهش قابل ملاحظه ای رونما گردد. خسرو عبدالله رئیس مواد نفتی حیرتان همچنان بلند رفتن بهای سوخت در کشور را وابسته به نظام بازار آزاد و تقاضای مارکت میداند. محمد بشیر انصاری از حیرتان این گزارش را فرستاده است. سرمایه زیر صفر و بلند بودن بهای مواد سوختی در بازارهای افغانستان شهروندان این کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است. به باور شهروندان افغان، با وجود آن که حکومت افغانستان تلاش‌های زیادی برای کاهش بهای سوخت در کشور نموده، اما چندان موفقیت برای عملی کردن این تصمیمش دیدن نمی‌شود. اما مسئولان ریاست مواد نفتی حیرتان افزایش و کاهش بهای سوخت از جمله تیل و گاز مایع را وابسته به تقاضای بازارهای افغانستان می دانند. ببینید بازار افغانستان بازار مارکت است، بازار آزاد است مطابق قوانین نافذه کشور و بازار متکی است به عرضه و تقاضا. وقتی که زمانی که عرضه بیشتر میشه تقاضا کمتر میشه، طبیعی است نرخ ها کاهش پیدا میکنه. زمانی که عرضه کم میشه و تقاضا بالا میره، طبیعی است که بازار افزایش پیدا میکنه، به خاطر از اینکه مواد سوختی فعلا یکی از ضروریات اولیه به شمار میره. مسئولان ریاست مواد نفتی شهرک بندری حیرتان میگویند که آنها به قدر کافی مواد سوخت از جمله تیل و گاز در اختیار دارند و روزانه صدها واگن از طریق خط آهن وارد قلمرو افغانستان می شود. اما شهروندان افغان در این فصل سرما از بلند بودن بهای سوخت شکایت دارند. آنان از دولت می خواهند تا در پایین آوردن قیمت بهای سوخت تلاش جدی به خرج دهند.
چیزی که مقامات وزارت تجارت و مسئولان در ریاست مواد نفتی حیرتان نیز بر آن تاکید دارند و گفتند که آنها نرخ را در کنترل خود دارند. محمد بشیر انصاری، تلویزیون آریانا، شهرک بندری حیرتان. و مجموعه خبر این ساعت ما در همین جا به پایان می‌رسد. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم. وقت خوش، خدا نگهدار. اخبار این ساعت از طرف افغان‌بیزی، ارتباط دهنده افغانستان برای شما تقدیم گردید.